8 آبان 57 چند روزی بود که بیماری قلبی سید محمود طالقانی شدت گرفته بود و او را در بهداری زندان بستری کردند. حرف از آزادی او به میان آمده است. خیلی ها می گویند شاه دستور آزادی او را داده تا راه مذاکره با مخالفان باز شود. سید پیر اما می داند که دیگر این کارها سودی نخواهد داشت. به دلش افتاده کار حکومت شاه تمام است. این آخرین پاییز زندگی سید محمود طالقانی است و این پیرمرد بیمار در این آخرین ماه‌های حیاتش پرهیجان‌ترین روزهای زندگیش را خواهد گذراند. سخت‌ترین روزهای زندگی مردی که همه ی روزهایش را به مبارزه گذرانده است. سید محمود طالقانی پسر آسید ابوالحسن طالقانی بود، مردی که در قنات‌آباد تهران در اتاق کوچکی تعمیر ساعت می کرد و از این راه چرخ زندگیش را می چرخاند. آسید ابوالحسن چندان اهل سیاست نبود و بیشتر درد دین داشت، ولی سید محمود کوچک جسارت سید حسن مدرس را که هم درس پدر بود می پسندید. 10 ساله بود که رضا خان کودتا کرد و شاه ایران شد. چند سال بعد هم وقتی طلبه این نوجوان بود، پدرش دار فانی را ودا گفت. از او خواسته بودند که جای پدر امام جماعت مسجد شود، ولی سید محمود می‌خواست قدم‌های بلندتری بردارد. راهی قم شد و پس از آن به نجف رفت و در محضر اساتید بزرگی شاگردی کرد. در جوانی عالم شده بود برای خودش، اما این تازه اول کار بود. سال 1318 با پلیس رضاشاهی درگیر شد و برای اولین بار به زندان افتاد. روحانی جوان حرف‌های سیاسی می‌زد. زیاد به پدرش نرفته بود و بیشتر خلق و خوی همدرس پدر را آموخته بود. به قول خودش آخوند سیاسی شده بود. بعد از شهریور 1320 بود که سید محمود و گروهی از دوستانش کار سیاست و مذهب را یکی کردند. او به اتفاق مهندس مهدی بازرگان و دکتر یدالله صحابی کانون اسلام را در خیابان امیریه تأسیس کردند. 8 سال بعد، یعنی سال 1328 هم پیشنماز مسجد هدایت شد. مسجدی که در لاله‌زار یا به قولی محله فکولی ها قرار داشت. مسجدی که تا 30 سال بعد هم پایگاهی شده بود برای سید محمود طالقانی. او مسجد هدایت را به کانونی برای تجمع جوانان و روشنفکران تبدیل کرده بود و هر وقت که در زندان نبود صدایش را از اینجا به گوش مردم میرساند. پس اگر مسجد ترک شدی دیگه به حسابی برای شما نخواهند باز کرد. از سال 1322 به بعد همراه با نهضت نفت از روی منبر مسجد هدایت علیه طرفداران شاه و توده‌ای‌ها سخنرانی می‌کرد. بعد از کودتای 28 مرداد 32، ماموران حکومت نظامی زاهدی هم سید محمود را به دلیل مخفی کردن نواب صفوی و گروهش دستگیر کردند و به زندان انداختند. پس از آزادی از زندان، یک بار در سال 1335، یک بار هم در سال 1340 راهی بیت المقدس و قاهره شد. آنجا با گروه‌های مبارز اسلامی و عربی آشنا شد و تحت تأثیر جمال عبدالناصر رهبر آن روزهای اعراب قرار گرفت. آخوند سیاسی به حق لقب شایسته‌ای برای سید محمود طالقانی به حساب می‌آمد. دیگر همه او را به این اعتبار می‌شناختند. سال 1340 به خاطر مبارزاتش 2 بار به زندان افتاد. سال 41 از زندان آزاد شد، ولی در آستانه 50 سالگی هم دست از مبارزه بر نمی داشت. دیگر زندان برای این مرد شده بود خانه دومش. خرداد سال 42 وقتی امام خمینی در تاسوعای حسینی علیه شاه سخنرانی کرد و دور جدید دستگیری ها آغاز شد، دیگر همه می دانستند که سید محمود طالقانی هم حتما یکی از اعضای لیست سیاه سازمان امنیت خواهد بود. او در حمایت از آیت الله خمینی
اعلامیه‌های پرشوری منتشر کرد و مردم را به حمایت دعوت نمود. او مدتی فراری بود ولی بالاخره دستگیر شد. این بار قضیه بسیار جدی‌تر از قبل بود. برایش تقاضای اعدام کرده بودند. اما حکومت می‌دانست اعدام مجتهدی مثل آیت الله طالقانی چه عواقبی خواهد داشت. این بار نصیبش 4 سال زندان و 4 سال تبعید به زابل و کرمان بود. زندان و تبعیدی که تا سال 1352 طول کشید. 2 سال آزادی و باز زندان. سال 1354 آیت الله طالقانی در ادامه مبارزاتش دوباره به زندان افتاد. دیگر در زندان‌های شاه و اتاق‌های شکنجه همه سید محمود طالقانی را می‌شناختند. شب و روز سر و صدای شکنجه ها و دختر و پسر و شخصیت ها در گوش من بود و میشنیدم و همه نوع شکنجه اینها داشتم، از شکنجه های روحی تا کارهای عملی که آموزش دیده بودن. 8 آبان ماه 1357 3 سالی بود که از زندان آیت الله میگذشت و حالا خبر میرسید که قرار است آزادش کنند. آیت الله طالقانی زندانی‌ها را دور خودش جمع کرد و قصه زندگیش را گفت. آخر سر هم با آن صدای گرم و بانفوذش اضافه کرد: همیشه مرا در بهمن ما می‌گیرند و آبان آزاد می‌کنند. اما امسال به دلم هست که سال آخر است. از عمر ما هم چیزی نمانده. راست می‌گفت. همه ی عمر طالقانی به مبارزه گذشته بود. حالا فقط 10 ماه و 10 روز از زندگیش باقی مانده و او این عدد را نمی داند. 10 ماه و 10 روز برای اینکه در 4 ماه اولش طعم شیرینی پیروزی را بعد از 1 عمر مبارزه بچشد و در باقی مانده ی آن دریابد که پیروزی تازه اول راه است و مصائب و سختی های بزرگتر در راه هست. بالاخره ورقه ها مهر و امضا شد و آیت الله سید محمود طالقانی از آخرین زندان زندگیش بیرون آمد. با پیکری نحیف و خسته و قلبی بیمار. 69 سال عمر داشت و با این بیماری قلبی زمان بازنشستگیش رسیده بود. اما قصه آن روزهای ایران قصه دیگری بود. کسی چون سید محمود نمی توانست به بازنشستن حتی فکر کند. انقلاب با سرعت عجیبی به نقطه نهایی خود نزدیک می شد. رهبر انقلاب که در پاریس بود، پس مردم جایی نداشتند و منزل طالقانی شده بود خانه امیدشان. وقتی دولت نظامی ازهاری سر کار آمد، فشار بر خانه سید محمود بیشتر شد. یک گروه خاص مأمور شدند تا از لانه زنبور مراقبت کنند. این همان نامی بود که در گزارش‌های شهربانی به خانه سید محمود داده می‌شد. در خانه طالقانی مشکلی هم وجود داشت. فرزندان سید محمود هر کدام ساز خودشان را می‌زدند. یکی طرفدار گروه‌های اسلامی بود، یکی به ملی‌گراها گرایش داشت و یکی طرفدار مجاهدین خلق بود. این شاید بیشترین چیزی بود که سید محمود را آزار می‌داد. روزهای حساس زمستان 57 یکی پس از دیگری سپری می شد. ترس مردم ریخته بود و قصه خیابانها قصه دود و آتش و خون بود. هوش زیادی لازم نبود تا بفهمی حکومت نفسهای آخر را می زند. حالا طالقانی برای خودش دفتری درست می کرد تا در امور انقلاب مشارکت بیشتری داشته باشد. برای تظاهرات 40 اعلامیه نوشت و وقتی اوج و شکوه حضور مردم را دید بیتاب شد. صبح روز 12 بهمن سید محمود تب کرده بود. دکترها می گفتند بیرون آمدن از رخت خواب خطرناک است. اما گوش سید محمود به این حرف ها بدهکار نبود. به هر سختی بود عازم فرودگاه شد. بالاخره امام آمد.
صدای سرود که در فضای فرودگاه پیچید، سید محمود در گوشه‌ای اشک می‌ریخت. با آمدن امام، دشمنان انقلاب امیدوار بودند که اختلاف طالقانی و امام برایشان سودمند باشد. اما آنها راجع به سید محمود اشتباه می‌کردند. سید محمود بیش از آنچه تصور می‌شد به رهبری امام دل داده بود. این دلدادگی چیزی بود که در چند ماه آینده بیشتر خود را نشان می‌داد. امتحان‌های بزرگی برای سید محمود در راه بود. حالا مدرسه رفاه، محل سکونت امام، شده بود قلب انقلاب. چند روز بیشتر لازم نبود تا انقلاب پیروز شود. 22 بهمن، ایران بعد از سالها مبارزه پر شده بود از شادی و شور. دو روز بعد وقتی یاسر عرفات به تهران آمد، برای سید محمود همه چیز مثل یک خواب شیرین جلوه می کرد. اما این خواب شیرین خیلی زود تمام شد. کم کم گروه های مبارز سیاسی هر کدام ساز خودشان را زدند. سید محمود ملیگراها را نمی پسندید و در حالی که مجاهدین خلق پدر خطابش می کردند، با آنها سر ناسازگاری داشت. می گفت غوره نشده می خواهند مویز شوند. در همان روزهای اول حزب جمهوری اسلامی هم تأسیس شد، ولی سید محمود و دوست قدیمیش مطهری از عضویت در آن امتناع کردند. عضویت در شورای انقلاب به اندازه کافی وقت می گرفت. حالا سید محمود با بدنی خسته و بیمار بیش از حد توانش برای مردم وقت می گذاشت. قصه ها و رنج ها یکی یکی از راه می رسیدن. عید سال 58 اوضاع در کردستان بسیار خطرناک بود. بعضی گروه ها اسلحه به دست گرفته بودند و جلوی انقلاب ایستاده بودند. حرف از خود مختاری بود. خیلی ها پا پیش گذاشته بودند، اما نتیجه ای حاصل نشده بود. تا اینکه روز دوم عید، هیئتی از سوی امام به سرپرستی سید محمود طالقانی عازم کردستان شد. وقتی طالقانی حرف می زد، همه ساکت می شدند. او مال هیچ گروه و دسته‌ای نبود و جز حرف حق چیز دیگری نمی گفت. روشش هم اعتدال و مدارا بود. شاید برای همین بود که مردم کردستان به استقبالش آمدند. او برای مردم سخنرانی کرد و باز هم از مهر و مدارا حرف زد. این مردمی که هنوز در فجر انقلاب هستند، چرا؟ این فجر انقلابشون تیره شد.